سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی، با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای تلخ تکرار شده این روزها، دختر نوجوانی که در مترو بیهوش شد، آرمیتا گراوند. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. یک شنبه شب خبر بسیار تلخی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مبنی بر اینکه یک دختر دبیرستانی در پی تذکر حجاب و درگیری پس از اون سرش به میله آهنی برخورد کرده و موقع وارد شدن به قطار مترو بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده. خبرنگاران و کاربران مطلعی در 9 مهر ماه در توییتر نوشتند طبق اخباری که به دستمون رسیده، یک دختر دبیرستانی 16 ساله امشب به بیمارستان فجر نیروی هوایی برده شده. همراه با دوستانش در مترو مقنعه‌اش رو برداشته بوده و مامورها بهشون گیر میدن. دختر رو هول میدن، سرش به میله آهنی برخورد میکنه و وقتی که چند قدمی راه میره که سوار قطار مترو بشه از حال میره. فعلا گویا اجازه نمیدن کسی در بیمارستان بهش نزدیک بشه. زمزمه ها و شایعات درباره این دختر در حال گسترش بود که مدیر عامل مترو در تاریخ 10 مهر ماه یعنی روز دوشنبه با انتشار ویدیویی گفت مقارن ساعت 7 صبح روز یک شنبه 9 مهر ماه یک دختر دانش آموز 16 ساله در خط 4 مترو میدان شهدا وارد قطار شد که به دلیل افت فشار بیهوش شد. این فرد توسط دوستانش و یک مسافر دیگه قطار که احتمالاً پزشک بوده به بیرون از قطار منتقل شد. اون در ادامه گفت بلافاصله عوامل اجرایی مترو اقدامات اولیه درمانی رو روی اون آغاز کردن و همزمان از اورژانس درخواست کمک شد. تیم اورژانس هم بلافاصله در صحنه حاضر شد و بعد از اقدامات اولیه و پایدار کردن وضعیتش اون رو به نزدیکترین بیمارستان منتقل کردن. ایشون همچنین مدعی شد که این دختر دانش آموز نوجوان هیچ گونه درگیری لفظی یا فیزیکی با مسافران یا عوامل اجرایی مترو نداشته. بعد هم همه خبرگزاری‌های داخلی با انتشار عکسی از لحظه ورود این دختر و بیهوش شدنش این خبر رو منتشر کردند که یک دختر دانش آموز 16 ساله در خط 4 مترو میدان شهدا وارد قطار شده و به دلیل افت فشار بیهوش شده. اما انتشار این ویدیو ابهام‌های زیادی رو به همراه داشت، به طوری که بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌گفتن چرا لحظه ورودش به ایستگاه مترو منتشر نشده. بعضی‌ها هم اصالت ویدیو رو زیر سوال می‌بردن که چرا هیچ تایمی روی ویدیو ثبت نشده. ابهام‌ها زمانی بیشتر شد که خبر بازداشت مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق منتشر شد. همه این حرف‌ها و خبرها همه ما ایرانی‌ها رو یاد سال گذشته 26 شهریور و خبرهایی که در مورد مهسا ژینا امینی و بستری شدنش در بیمارستان کسرا خبرنگارهایی که این خبر رو منتشر کردن و الان یک سال در بندن میندازه. این خبرنگار که نامش مریم لطفی بود برای تهیه گزارش از ماجرا به بیمارستان فجر در شرق تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی اون رو بازداشت کردند. دلیل بازداشتش رو هم صحبت کردن با مادر آرمیتا گراوند این نوجوان 16 ساله عنوان کردن. اگرچه که در بعضی از خبرگزاری‌ها هم این مسئله عنوان شد که این خبرنگار بلافاصله آزاد شده و همین حرف و حدیث‌ها باعث شد تا روز سه‌شنبه مادر و پدر این دختر دانش آموز رو روبروی دوربین‌های رسانه‌های حکومتی قرار بدن.
مادر و پدر این دختر 16 ساله که تا خود روز سه‌شنبه نامی ازش در فضای مجازی منتشر نشده بود رو جلوی دوربین ایرنا قرار دادن و گفتند فکر نمی کنیم چیزی که مردم میگن درست باشه و ماجرای بیهوش شدن دختر ما ربطی به ماجرای مهسا امینی نداره. مادر این دختر با اینکه حال تردید و حال آشفته‌ای داشت گفت اونجا که رفته بودن فکر کنم دخترم فشارش افتاده. بعدن سرش به لبه مترو خورده. در حالی که همه کاربران فضای مجازی با انتشار ویدیوی صحبت‌های والدین این دختر نوجوان به حال بد و پریشان اونها اشاره کردند، اونها هم حرف‌های مسئولین رو از لحظه افتادنش و افت فشارش و برخورد سرش با درب مترو عنوان کردند. صبحش که مدرسه می‌رفت، خب با دوستاش قرار بود تو مترو شاهده همدیگر رو ببینن. حالا اونجا که رفته بودن دخترم فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم فکر کنم حالا گفتن فشارش افتاده، خب فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد لبه سرش به لبه مترو خورده. دیگه بچه ها آوردن بیرون، دوستاش یکی جلو بوده یکی عقب، از دوستاش اینا آوردن بیرون، دیگه زنگ زدن به اورژانس و دیگه بچه هم آوردن بیمارستان. دو تا دوستاش همراهش بوده، رفته مترو تو قطار سوار شده، ما دوربون آرام چک کردیم رفته اونجا، نمیدونم حالا یه دخترها یکی جلوش وایساده یکیش عقب وایساده، رفته تو افتاده، نمیدونم حالا بیهوش شده، نمیدونم چه جوری شده افتاده، کشیدن بیرون با آژانس زنگ زدن آمده آوردن بیمارستان و رسی میکنن بیمارستان. خوبم واقعا ممنون میشم، داره بدرسی میکنن، همکاری میکنن، کمکش میکنن، واقعا ممنونم. با مشخص شدن مشخصات این دختر مترو تهران، ویدیوی دیگه‌ای هم از زاویه دیگه‌ای منتشر شد، اما باز هم پاسخگوی ابهامات زیاد نیست. این ویدیو از دوربین‌های سکوی مقابل گرفته شده که در اون شماری دانش آموز دختر نشون داده شدن که روی صندلی مترو منتظر ورود قطارن. قطار مترو در دو طرف همزمان با همدیگه میرسند و این تصاویر قطع میشه و بعد از اون به تصاویری میرسه از زمان خروج دانش آموزان و بیرون کشیدن آرمیتا گراوند از قطار. دوربین سمتی که دانش آموزان سوار قطار شدن تا حالا زمان سوار شدن اونها رو نشون نداده. بعد از اون هم با انتشار عکس‌هایی از آرمیتا روی تخت بیمارستان و بانداجی که روی سرش قرار داره، همه ابهامات در مورد ضربه به سرش و درگیری ماموران حجاب‌بان مترو با اون تصدیق میشه. بعد از اون هم که پزشکان وضعیت هوشیاری این دختر رو پایین توصیف کردن، اما هنوز به طور رسمی شرایط جسمانی این دختر بیرون درز نکرده. بعضی از رسانه‌ها مانند شبکه حقوق بشری هنگاف هم گفتن که فضای اطراف بیمارستان نظامی فج هم به طور کامل امنیتی شده. به گفته نزدیکان خانواده آرمیتا، علاوه بر جو امنیتی اطراف بیمارستان، در محل زندگی اونها هم جو امنیتی به وجود اومده و تلفن‌های موبایل همه اعضای خانواده توسط نهاد امنیتی جمع‌آوری شده تا اونها هیچ تماسی با خبرگزاری‌های خارج از کشور نداشته باشند. از طرف دیگه خانواده و وابستگان نزدیک ایشون از 3-4 ساعت بازجویی و تهدید و فشارهای امنیتی بر پدر و مادر این دختر دانش آموز اطلاع دادن. بعد از اون هم خبرهایی منتشر شده از عیادت مسئولان مترو از این دختر در بیمارستان و بعد از اون هم مسئولان مدعی شدند که شرایط این دختر رو به بهبوده. خدا رو شکر کادر درمان تمام تلاش خودشون رو انجام دادن و شرایطش رو به بهبوده. حالا اما روزنامه همشهری نوشته اگر سوار مترو شده باشید و مسافر هر روزه این ناوگان باشید، شاهد هستید که ماموران انتظامی در مترو بدون درگیری لفظی و برخورد فیزیکی با هنجارشکنان فقط صرف بیان یک جمله تذکر رعایت حجاب میدن که این حرفهای روزنامه همشهری هم با واکنش‌های زیادی روبرو شده و خیلی‌ها تشابه زیادی بین این حرفها و حرفهایی که در مورد گشت ارشاد و دستگیری مهسا ژینا امینی میزدن که گشت ارشاد هیچ برخورد خشنی با زنان و دختران بدحجاب و بی‌حجاب نداشته، در صورتی که همه ما کلی ویدیوهای ترسناک و تلخ از برخوردهای وحشیانه ماموران گشت ارشاد در فضای مجازی دیدیم.
بعد از اون هم شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این خبر تلخ نوشت: در حالی که ملت ایران همچنان داغدار و دادخواه قتل مهسا امینی است، خبر به کما رفتن آرمیتا گراوند به دست اوباش حجاب‌بان جمهوری اسلامی تایید دیگرباره است بر اینکه با وجود این رژیم ضد ایرانی، جان فرزندان ایران هر روز و هر لحظه در خطر است. ایشون در ادامه نوشت: آرمیتا چون مهسا دختر ایران است، برای او آرزوی بازیابی سلامت رو دارم. وظیفه همه ماست که در این موقعیت دشوار از خانوادش حمایت کنیم. با آرزوی سلامتی برای این دختر 16 ساله ایرانی. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.